سرخط خبرها، شهادت فهیم دشتی، جبهه مقاومت. اگر طالبان یورش‌های خود را بر پنجشیروند را پایان دهد، جنگ را توقف می‌دهیم. گفتگوهای سران پاکستان و امارات عربی در مورد افغانستان. ادامه جنگ در پنجشیر، تاکید بر سرازگیری گفتگوهای جامعه به جای کاربرد سلاح. به نام خداوند بخشاینده مهربان، خوش آمدید به یکی از دیگر ویدیوهای چینل وان اسمارت. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر ما کانال ما را سابسکرایب نمایید. فهیم دشتی به شهادت رسید. منابع معتبر تایید میکنند که فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت در نتیجه درگیری در پنجشیر در منطقه دشتک به شهادت رسیده است. با گزارش سپوتنیک، فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت ملی افغانستان همراه با جنرال صاحب عبدالودود زره، خواهرزاده قهرمان ملی افغانستان، در نتیجه درگیری ها در پنجشیر جان باختند. بسیاری از منابع از جمله نوررحمان اخلاقی، عضو حزب جمعیت اسلامی، این خبر را در صفحه فیسبوکشان همگانی کردند. این در حال است که جبهه مقاومت میگوید اگر طالبان یورش های خود را بر پنجشیر و اندراب پایان دهد، جنگ را توقف میدهیم. جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه نوشته است که جبهه مقاومت ملی افغانستان از اکثریت مواد قطعنامه علمای افغانستان که به تاریخ 14 سنبله سال جاری در کابل به منظور قطع فوری جنگ صادر گردیده استقبال میکند. با گزارش سپوتنی، جبهه مقاومت ملی افغانستان با نشر اعلامیه درباره درگیری های پسین در پنجشیر نوشت: جبهه مقاومت ملی افغانستان از اکثریت مواد قطعنامه علمای افغانستان که به تاریخ 14 سنبله سال جاری در کابل به منظور قطع فوری جنگ صادر گردیده استقبال نموده و مسرت دارد که علما و روحانیون گرام کشور در مورد وضعیت جاری بی تفاوت باقی نماند، بلکه در جهت برقراری صلح و امنیت تلاش کنند. جبهه مقاومت ملی موارد زائل را به منظور انعقاد مراتب مشروع و معقول متذکر در اعلامیه مزبور و تسهیل مقتضیات صلح و امنیت سرتاسری در کشور پیشنهاد می نماید. جبهه مقاومت ملی در اصول موافق به حل مشکلات جاری و قطع فوری جنگ و ادامه روند مذاکرات می باشد و امیدوار است که گروه طالبان به این خواست علمای کرام لبیک گفته و گام های عملی بردارد. جبهه مقاومت ملی حاضر است که به خاطر رسیدن به صلح پایدار، در صورتی که گروه طالبان به حملات و تحرکات نظامی خود در پنجشیر و اندراب پایان دهد، جنگ را فورا متوقف نموده و امیدوار است که با علما و مصلحین در یک گرد همایی بزرگ به گونه همه جانبه گفتگو را ادامه بدهد. این جبهه افزوده است که جبهه مقاومت ملی از فراخوان علمای کرام برای رفع تعذیرات و وضع شده بر پنجشیر کاملا حمایت می نماید و امیدوار است که گروه طالبان این مسئله را اسلامی و بشر دوستان جدی گرفته و عملی نمایند. در ادامه این جبهه نوشته است که مردم افغانستان با اکثریت قاطع مسلمان اند و مجاهدین ها و فداکاری های مردم پنجشیر، اندراب، پروان و کاپیسا و همچنان دیگر ولایات و مناطق افغانستان در طول 40 سال اخیر به خاطر استقرار نظام واقعی اسلامی و خدمتگزاری از حرم شمس می باشد. بنان هیچ دلیل شرعی انسانی و یا منطقی وجود ندارد که گروه طالبان ادعای مجاهدت به خاطر استقرار نظام اسلامی را دارد. بالای پنجشیر روزانه از تمام مساجد به جهر اعلام می گردد و مردم در اجرای فرایض و مناسک و شئون دینی خود قائم و دائما تعرض نماید. جبهه مقاومت ملی پیشنهاد می نماید که طالبان حملات و تحرکات نظامی خود را به پنجشیر، اندراب، پروان و کاپیسا توقف دهد و نیروهای خود را از پنجشیر و اندراب بیرون نماید. بالمقابل جبهه مقاومت ملی به نیروهای خود هدایت خواهد داد تا از تحرکات نظامی خودداری نمایند. در پایان اعلامیه آمده است که جبهه مقاومت ملی اعلام می‌دارد
که تعرض گروه طالبان بالای مناطقی که مردمان آن بنابر سوابق طالبان با حکومتشان اعتماد ندارند خلاف شرع میباشد. جبهه مقاومت ملی مطابق با اصول دینی و اخلاقی متحد به حل صلح‌آمیز اختلافات با طالبان میباشد و مطمئن است که در مورد نظام آینده کشور میتواند با طالبان و مطابقی اصناف و گروه هایی که از مردم افغانستان در شیون مختلف زندگی نمایند می کند. از رای گفتگوی مسلط آمیز به تفاهمات برسد که تمام گروه ها و اقشار کشور در آینه آن خیش را دریابند و در امر استقرار و اطلاع آن زینف و متحد باشند. این در حال است که 8 صبح کابل می نویسد. ادامه جنگ در پنجشیر تأکید برای از سرگیری گفتگوهای جامعه بجای کار برده سلا. 8 صبح کابل. گزارش ها از ولایت پنجشیر می رساند که درگیری بین نیروهای جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود و نیروهای طالبان ادامه دارد. هر دو طرف ادعا دارند که بر حریف دست بالا دارند. در تازه ترین مورد فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت اعلام کرده بود که ولسوالی پایان و پنجشیر از طالبان پس گرفته شده است. او مدعی شده بود که نزدیک به 1000 نفر از افراد طالبان به علت انسداد مسیر برگشت به خروج گیر افتادند و تمام آنها هنگام عقب نشینی از سوی مردم محل با کمک نیروهای مقاومت کشته یا اسیر شدند. با گفته دشتی بیشتر اسیران خارجی و شهروندان پاکستانی هستند. طالبان این ادعا را تایید نمی کنند. بلال کریمی از سخنگویان طالبان می گوید که بجز بازارک مرکز ولایت پنجشیر و ولسوالی رو خط تمام نقاط پنجشیر در کنترل نیروهای طالبان است. در همین حال خبرگزاری افاق می نویسد گفتگوی سران پاکستان و امارات عربی در مورد افغانستان. عمران خان نخست وزیر پاکستان در گفتگوی تلفنی با محمد بن زاید ولیعهد امارات متحده عربی در مورد وضعیت افغانستان تبادل نظر کرده است. دفتر نخست وزیر پاکستان با صدور اعلامیه به نقل از عمران خان گفته است یک افغانستان صلح‌آمیز و باثبات به نفع پاکستان و منطقه است. حل فصل سیاسی و یک راهکار فراگیر بهترین روش برای اطمینان از امنیت، ثبات و همچنین حفظ حقوق مردم افغانستان خواهد بود. عمران خان تاکید کرده است که جامعه جهانی باید به نقش و فعالیت عملی خود برای حمایت اقتصادی از مردم افغانستان و کمک به بسوز این کشور ادامه دهد. عمران خان روز گذشته هم تایید تماس تلفنی با آنتونی گودریش دبیر کل سازمان ملل متحد وضعیت افغانستان و اقدامات بشر دوستانه در این کشور را بررسی کرده بود. تشکر از این که تا آخرین ویدیو همراهمان بودید.